بعضی وقت میبینم که فکر میکنم همه شما این تجربه رو کرد، دهنمون باز میکنه، باز میشه که میبینی که خدا چه کاری میکنی الان. و برای اکثریت ما دوست داریم زود، ما دعا میکنیم خدا زود جواب بده. فقط خدای ما خدایی هست که زمانهای خودشو داره و طبق این زمانها، طبق این نقشه ها خدا شروع میکنه به عمل کردن. و چه افتخاری بزرگی هست که عزیزان، نمیدونم 2 ماه پیش الان یک کسی به شما میگفت که تمام کلیسای الان فقط میگم فارسی زبان با هم در دعا خواهم بود و همه یک اشتیاق مخصوصی خواهند داشت که تمام دنیا که این کره زمین جمع میشن دعا کنن. و من فکر میکنم هیچ کسی باور نمیکرد. ما حتی میگیم که کلیسامون جمع بشه باید برای دعا کردن، الان اینجا میبینیم که چقدر سخته. الان تمام دنیا جمع میشه و امروز هم مخصوصا دعای ما، دعا و شفاعت برای کشورمون ایران در اتحاد با تمام کلیساهای جهان ما جمع میشیم 23 اینجا تر کره زمین. الان یه جاهایی هست که صبح، یه جایی هست که شب، الان ما بعد از ظهر هستیم. الان تقریبا میتونم 24 ساعت در حضور خداوند دعا رو سمت خدا میاد. هیچ کسی نمیتونست اینو 2 ماه پیش بگه، یعنی تصور کن این اتفاقات خواهد افتاد. فقط میبینیم که خدای ما خدای واقعا عظیم و عجیب است و همین سرود هم که خوندیم عظیم و حیرت انگیز است راه های تو. به این خاطر افتخار میکنم ما هم همینطور عنوان کلیسای آلفا اومگا یک قسمتی از بدن خدا در جهان میتونیم جمع بشیم و شفاعت کنیم. شفاعت نکنیم، یعنی شفاعت نمی کنیم یک برکتی بگیریم یا چیز، با این دعا شفاعت میخوام درست متوجه بشیم این وضع فضای دنیا رو ما عوض میکنیم، یا یه چیزی نمامدیم که یک کم برکت هایی باشه. و برای خودمون زویزو امروز باید فراموش کنیم، امروز تو مرکز نیستی، امروز این هموطنهای ما تو ایران هستن که درد و رنج رو میکشن، اونجا تو این جبهه هستن که میجنگن. ما اینجا خیلی راحت میتونیم فقط دعا کنیم، یا فقط به هر حال اینجاست که ما که امروز هم میخوایم شفاعت کنیم، دعا کنیم علیه این تمام ریاست ها، قدرت های جهانداران، این نیروهای تاریکی در آسمون هستن. و این اتحادی که ما داریم و این اشتیاقی که داریم، و دیروزم من خودم شرکت نکردم توی این راهپیمایی در برلین، فقط همین چیزهایی که ویدیوهایی که دیدم، چطور 80,000 نفر فکر میکنم 50,000 فکر میکردن میان، فقط 80,000 آمدن. و بعضی ویدیوها دیدم که چقدر واقعا با گریه این سرود رو میخونن و همینطور هم شفاعت میکنم. این اشکایی هست، اشکای درد و رنج که به حضور خداوند میاد. الان ایماندار هستن، ایماندار نیستن، به هر حال خدا این دعا رو میشنوه و عملم خواهد کرد. ما میخواییم واقعا امروز هم که میخواییم دعا کنیم، واقعا با این دید نگاه کنیم. الان چند تا آیه هایی هست که تقریبا 1 ماه پیش بود که ما این روزه و دعا رو داشتیم در این کلیسا و اینجا جمع شدیم. یه گروه های 5 نفره 6 نفره آماده کردیم که همه در دعا باشیم، و چقدر عالی بود، چقدر خوب بود. و امروز هم همینطور هم با این دید که دعا میکنیم، نه روزه هست، روزه نیستیم، بلکه فقط با این دید که فریادهای بسیار زیادی و خدا رو شکر نه فقط از کلیسای آلمانی زبان، بلکه از کلیساهای آلمانی زبان، انگلیسی زبان، کشورهای مختلف هستن. از الامنستری چیزایی که گرفتم، پیامایی که توی چین اونجا برای ایران دعا میکنن، توی مالازیا دعا میکنن، در کشورهای آفریقا برای ایران دعا میکنن. یعنی میتونستین تصور کنین اصلا برای ایران همه در دعا باشن؟ و حتی آهنگ‌هایی هست که اروپایی‌ها، یعنی آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها می‌نویسن برای ایران و این اسم ایران، این کشور ایران رو اونجا توی سرودهاش چیز می‌کنن، می‌ذارن و اونجا همدردی می‌کنن. این واقعاً فیض خداست. نقشه خدا واقعاً بی‌نظیره. من الان نمیتونم قول بدم، نمیتونم بگم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ما معمولا فکر میکنین الان ما جمع شدیم، الان آمدیم برلین و همینطورم زیاد جلوی سیاستمداران اونجا دعا کردیم، الان یه اتفاقی میفته. متاسفانه کارهای خدا عجیبه.
من نمیدونم، ما دوست داریم این قدرت اسلام شکست بخوره. بعد بعضی وقت میبینیم خدا کارهای دیگه انجام میده و ما سر در نمیاریم. مهم فقط اینه که واقعا داد و فریاد و چیزایی که تو قلب منه، دردی که میکشیم که این کشور واقعا در ظلم زندگی میکنه، در تاریکی زندگی میکنه، یعنی بیشتر میتونه شیطان اینجا حکومت میکنه، تسلط داره. ما میخوایم این قدرت رو، این روحا رو بشکنیم. الان چه کارهایی الان خدا خواهد کرد نمیدونم. ما اعلام میکنیم آزادی ایران رو، کشورمون رو. امیدوارستم هم میتونم اینم وارد بشه به افغانستان، یا وارد بشه به تاجیکستان، یا فقط میتونم بگم ایران یک، میتونم بگم کلید اصلیه. توی ایران این قدرت شیطان، قدرت اسلام شکست بخوره، مطمئن هستم تاثیر خواهد گذاشت روی کشورهای دیگه. به این خاطر با میتونیم دست بزنیم. به این خاطر امروز هم میخواییم قبل از اینکه بریم دعا، دوباره این آیه هایی که تر یک ماه پیش بود ما اونجا خوندیم، دوباره اینو اعلام کنیم. ما میخواییم نه با احساس بلکه با ایمان با اون خدا، با این پادشاه اینجا جمع بشیم و جمع شدیم و این آیه ها رو میخواییم که از قدرت خدا، از اقتدار خدا، از اقتدار عیسی مسیح صحبت میکنه، اینو میخواییم نگاه کنیم. چون ما به کشورمون نگاه نمی کنیم، بلکه به عیسی باید نگاه کنیم. او دعای ما میره سمت او که قادر متعاله، قادر مطلقه، یا و دردهای ایران رو و مشکلهای ایران رو به حضور خدا میاریم و اونجاست که میگیم که چه خدایی هست که ما داریم که این دعا رو خواهد شنید. در مزمور 22 آیه 29 اینجا میگه که زیرا سلطنت از آن خداوند هست. سلطنت از آن خداوند هست، یعنی او سلطنت میکنه. هر چقدر آیت الله ها پادشاه این دنیا و پوتین ها هستن، فعل حقیقی اوست که اونجا حکومت میکنه و او بر امت ها مسلط است. خداوند مشورت امت ها را باطل می کند. منظور اینه که زمانی که اینجا این آیات الله ها مطمئن هستم اونجا نشستم اونجا و با این تمام ارتش فکر می کنند چطور می تونن الان این برنامه ها رو بذارن که همه رو خفه کنن. مطمئن هستم این فکر رو دارن دیگه، یک عکس العملی باید انجام بدن. و اینجا خداوند میگه که خداوند مشورت امت ها رو باطل می کند، تدبیرهای قبیله ها را نیست میگرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد. و میخوایم درست تصور داشته باشیم جلوی کدوم خدا آمدیم. بعد از این توی کتاب دانیل باب 2 آیه 21 همونجا نوشته او وقتها و زمانها را تبدیل میکند، پادشاهان را چی؟ مرزول می نماید و پادشاهان را نسبت می گردن. این اوست که بلند می کنه و همینطور می اندازه. و من فکر می کنم کشور ایران هم نگاه می کنیم، اون زمان شاه جمعیت ایران این هموطن اونقدر دیگه فریاد کشیدن که می گفتن ما شاه رو نخواهیم، ما شاه رو نمی خواهیم، ما اسلام رو می خواهیم. و خداوند گفته باشه که اگه اینو می خواهیم باشه، برای شما الان آیات الله رو بر می گردونم. و الان هم میبینیم که بعد از 40 سال چه درد و رنجی هست که ما میکشیم. فقط اینجا میگه که برحال زمانی که ما فریاد ایرانی ها و همینطور هم هموطنهای خودمان همه جا هستن، فریاد رو به حضور خداوند میاس، اوست که میگه پادشاه ها را نسبت میکنند، پایین میندازن. عیسی مسیح که شاهد امین و نخست زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است، ما با این خدا دعا میکنیم امروز. آمین. همینطور هم مزامیر 9 که اونجا چند تا آیه هایی هست که میگه که داور عادل بر تخت نشسته. میتونیم الان با هم بگیم که داور عادل بر تخت نشسته. دوباره بگیم داور عادل بر تخت نشسته. داور عادل بر تخت نشسته. این حقیقت خداوند و او رب مسکون را به عدالت داوری خواهد کرد و امت‌ها را به راستی داد خواهد داد. زیرا او که
انتقام گیرنده خون هست، ایشان را به یاد آورده و فریاد مساکین را فراموش نکرده است. ای خداوند ترس را بر ایشان چی؟ مساوی گردان تا امتها بدانند که انسان هستند. این آیه هایی بود که دوباره گفتم که یادآوری کنم زمانی که الان میخواییم دعا کنیم واقعا با شجاعت با اشته نه با شجاعت با دلیری بتونیم بیایم به جلوی تخت فیض مسیح و بدونیم که این دعای ما یک تأثیری خواهد گذاشت. یا هر دعایی که اینجا انجامشه با تمام قلب که ما دعا میکنیم خدا این دعا رو میشنوه و همینطورم جواب خواهد داد. و قسمت آخرم که اینم بخونیم در افسیسیان باب 6 آیه 12 من میخوام درست متوجه بشیم ما نمی جنگیم با آیات الله ها بلکه می جنگیم به این روحایی که این آیات الله رو به حال استفاده میکنن برای کار خودشون. شاید خدا میخواد واقعا حتی بعضی از این آیات الله هایی که اونجا هستن قدرت خودشون نشون بده و مطمئن هستم خدا هم همینطور میتونه ایشان رو به راه راست هدایت کنه نجات پیدا کنن. هرچقدر ما بعضی وقت دوست نداریم ما میخوایم انتقام بیار خداوند، فقط وظیفه ما عنوان ایماندارا اینه که برکت بدیم و همینطور هم چشم قلبشون باز بشه یه دونه دو تا ده تا آیات الله واقعا خدا بیاد ملاقات کنه مثل پولس ملاقات کنه ببینی که چقدر اونجا تغییراتی خواهد شد. به این خاطر ما برکتشون میدیم و روح خدا ترس خداوند روی ایشان اعلام میکنیم که ترس خداوند بیار اونجا و همینطور هم واقعا بتونن مکاشفه هایی یا هر چیزی که از طریق خواب رویاست که بتونن ببینن توبه کنن بازگشت کنن. آمین. و اینطوری هست که این تمام قله اسلام یواش یواش شکست میخوره. آمین. پس خواهشم میکنم الان طبق همون یک ماه پیش که ما این چیز رو کردیم این روش رو کردیم اینطوری یه 4-5 یا 6 نفر با هم همینطور میتونین اینجا جمع بشین و ما 12 تا نکته هایی هست که میخوایم امروز به حضور خداوند بیاریم و دعا کنیم. این خدمت نیست که ما انجام میدیم ها، ما وظیفه این انجام نمیدیم بلکه واقعا ما یک کار ملکوتی ما میتونم بگم انجام میدیم. یا به این خاطر دعا میکنیم که روح خدا بیاد شما رو هدایت کنه. به ما زمانی که گروه های درست میکنیم و اگه یادتون باشه کسانی که اینجا بودن یک ماه پیش این موضوع ها رو که دعا میکنیم که اونجا پخش میکنیم نسرین این موضوع ها رو میخونه کوتاه توضیح میده بعد از این دوباره میرین دعا و بعد از این با یک سرودی که ما شروع میکنیم به خوندن اعلام کردن یک کوتاه پازه میکنیم بعد از این میریم توی مطلب بعدی یا 12 تا نکته هایی هستن که ما امروز میخواییم دعا کنیم. گود این چیزی بود و الان از نسرین خواهش میکنم میتونین یا میتونی از اونجا بخونی یا گود الان پیشنهاد میکنم که پخش بشین و همینطور هم یه 4 یا 5 یا 6 نفر اینطوری با هم باشین که حداقل یه گروهی و زمانیم که اینجا سرود رو میخونیم دوباره بر نگردین تو چیز تو جای خودتون همین جایی که هستین الان دوست دارین اونجا یه جایی هم بتونین بشینین اگه خسته میشین و میخواییم مختصر مفید دعا رو بکنیم. الان این گروه ها رو درست کنین. این داوطلبانه هست الان اگر کسی هست که دوست نداره میتونه تنها هم اونجا بتونه بیسته. کسانی هم که به هر حال از طرف یوتیوب ما نگاه میکنن نمیدونم الان تنها هستین یا برحال با هم 2 نفر 3 نفر هم اونجا میتونین در دعا باشین. عزیزان اینجایی که شما در ردیف ایستادین فکر میکنم مشکل هست که دعا بکنین. خوب میشه یه دایره یا اگر میتونیم میخواین همینطور دستای خودتون همینطوری با هم میتونیم بگیرین.
پس زمانی که یک پرستش رو شروع میکنیم میتونید دعای خودتون رو یواش یواش تمام کنیم، بعد از این میریم توی مطلب دیگه. آمین. ای خداوند قبل از اینکه دعای خود رو شروع کنیم میخوایم اعلام کنیم خداوند که ما به دعاهای خودمون تکیه نداریم، بلکه به نام قدوس عیسی مسیح که تو در کلامت گفتی نام عیسی مسیحه که مثل عصای اقتدار از کلیسای خداوند، کلیسای عیسی مسیح در نام قدوس او بلند کرده میشه. ای خداوند امروز ما میخوایم اعلام کنیم که اعتماد نداریم به دعاهای خودمون، بلکه به دعای کاهنانی تو، ای شبان اعظم که همین الان بر تخت دست راست خدا ایستادی، جلوس کردی و با تک تک ما خداوند هم صدا شدی، هم دل شدی. میخوایم این دعاها رو در نام تو ای عیسی مسیح خداوند مثل بخوری خوشبو به مشام تو برسه، به تخت پدر برسه. پس ای روح القدس دعا میکنیم که در اینجا بخرامی، تو رو دعوت میکنیم ای روح القدس که بر ذهنای ما و قلب ما خداوند، به خصوص بر قلب ما خداوند، که در کلامت میگی که وقتی که صهیون، وقتی که کلیسا با درد ذهن شفاعت میکنه، آن وقتی که دختران و پسران خدا به هم میرسونه، خداوند ما میخوایم دختران و پسران سرزمینمونو در این شفاعت خداوند، در این ناله هایی که به حضور تو بلند میشه خداوند، در اون درد ذهنی که تو روح القدس میدی، آزادی از هر اسارت، از هر ظلم، از هر ستم خداوند اعلام کنیم در این دعاها. پس در نام عیسی مسیح ای روح القدس دعا میکنیم که سخنان زبانمون و تفکر دلمون در این لحظه فقط در نام عیسی مسیح در اتحاد با این شفیع اعظم، کاهن اعظم عیسی مسیح خداوند باشه. روح قدوس تو و گروه ها حاکمیت خودشو اعلام کنه در نام عیسی مسیح. قسمت اول دعا میکنیم برای رفع ظلم و ستم و بی‌عدالتی در حق مردم ایران و کوتاه شدن دست شیطان و شیاطین برای ضربه زدن به ملت مظلوم ایران و همینطور برای به دست آوردن حق آزادی مشروع ملت ایران در انتخاب دین، مذهب، آزادی اندیشه، تفکر، بیان، آزادی قلم، آزادی از پوشش اجباری، آزادی همه آزادی خواهانی که به خاطر حقوق خودشان در این لحظه در شکنجه و درد و مشقت هستند. در نام عیسی مسیح این دعاها رو در این جهت به حضور تو بلند میکنی. ای خدا.
ظلمی کنم، به خلقت تو خودم از ظلم میکنم، خودم میتونم دعا میکنم کنم و فرشتهای تو رو فراوانی بفرست کنم و جلوی ظلم ایسان شده ای خداوند، تو رها کن ای خداوند، رو تو زنجیرها رو بشکن خدایی که برای تو هیچ چیزی غیر ممکن نیست خدایی که یا الفا پرفیزی خداوند، همجور که دعا شده ای خداوند تو برخیز و رحم کن بر روی ملت، بر روی قوم ایران خداوند، رو بر قوم خداوند و کردها، بر ترک ها، عرب های تو ایران ای خداوند تو رحم کن. واقعا دعا میکنیم همجور که در کلام تو میخونیم جنگ ما با جسم نیست خداوند، با جنگ ما با نیروهای آسمانی خداوند. واقعا تو بلند شو خداوند و فرشتگان رو بفرست به ایران خداوند و از هر چیزی که از تو نیست جدا کنه خداوند. و دعا میکنیم خداوند رو تو ایران رو آزاد کنی از این مذهب خداوند، رو از این فکرهای اشتباه، از این فرهنگ اشتباه خداوند. تو آزاد کن ایران رو از هر چیزی که شیطان باعث شده تا واقعا از تو دور بیفتن خداوند. واقعا فقط تو میتونی اینجا کمک کنی، فقط تو
یا برای تو که هیچ چیز غیر ممکن نیست ای خداوند. فقط میتونیم دعا کنیم، رحم کن ای خداوند، رحم کن بر خانواده ها، بر جوان ها خداوند، و بر بچه های ایرانی ای خداوند. رحم کن خداوند، واقعا بیز باران رحمتت رو بر روی ایران ای خداوند. تو پاک کن ایران از هر چیزی که از تو نیست ای خداوند. احتیاج به خون پاک تو داریم، احتیاج به دست تو داریم ای خداوند. مورا و شیه و سیر یا رو و شهر و سور یا رو و چون پرچم پیروزی بر ایران، تا هر کس به توارد آن را بیند، چون او تنها راه راستیست. نام عیسی را برمی افرازیم، چون پرچم پیروزی بر ایران، تا هر کس به توارد آن را بیند، چون او تنها راه راستیست. ما می خواهیم، ما می خواهیم نامش بر افراشته بینیم. ما می خواهیم، ما می خواهیم نامش بر افراشته بینیم. قدم به قدم به پیش می رویم و ایران را تقدیم می کنیم. با اسلحه پر قدرت دوها قلعه ها را فرو ریزیم، فرو ریزیم. عیسی را برمی افرازیم، چون پرچم پیروزی بر ایران، تا هر کس به تواند آن را بیند، چون او تنها راه راستیست. نام عیسی را برمی افرازیم، چون پرچم پیروزی بر ایران، تا هر کس به تواند آن را بیند، چون او تنها راه راستیست. ما میخواهیم، ما میخواهیم نامش بر افراشته بینیم. ما میخواهیم، ما میخواهیم نامش بر افراشته بینیم. قدم به قدم به پیش میرویم و ایران را تقسیم میکنیم. با اسلحه پر قدرت دعا قلعه ها را فرو ریزیم، فرو ریزیم. آمین، آمین. این پرچم رو بلند میکنیم روی کشورمون ایران. تسلی و آرامش خانواده های عزاداری مانند مهسا امینی و شهدای عزیز دیگری که به مقام شهادت نائل شدند، باشد که خون این شهیدان بذر شکوفای بیداری و آزادی ایران باشد. برای قدرت بخشش و تسلی خانواده های داغداری که فرزندان و عزیزانشان را از دست دادند،
و دعا برای شفای آنهایی که در این روزها در بیمارستانها و خانه‌های خود مجروح و زخمی هستند، هم از نظر روحی، روانی و جسمی. سعید
اونجا باید ای باشه نی عادی Adina, Adina. بعدی برای پایان چفاولگری ها، قارتگری ها و دزدی ها در سطوح مسئولین و مقامات کشور ایران و اینکه ثروت کشور در راه مصالح و منافع مردم ایران به کار رود و برای پایان یافتن این همه تورم، گرانی، صدمات اقتصادی و رفع بیکاری و بیبرکتی در زندگی مردم ایران. آمین.
مورد بعدی برای همبستگی، اتحاد و یکدلی مردم ایران. خدا همگی ما را کمک بکند تا بدون ترس با استقامت و یکدلی در این شرایط سخت برای هدف مقدس آزادی بایستیم و ناامید نشویم. و برای اینکه ملکوت خدا بر سرزمین ایران بیاید و همه این حوادث دردناک برای خیریت و منافع مردم ایران به کار رود. آمین.
ما با جسم و خونیست، نه بردیز با نیروهای ظلمت، نه مرد با انسانانیست، نه بردیز با دشمن خلقت. من ایستاده ام با شمشیر روحش، من ایستاده ام با سپر ایمان، من ایستاده ام تا فریاد سردهم به نام عیسی دور شو ای شیطان. عیسی شاه شاهان، عیسی رب الارباب، عیسی سرور آسمان، عیسی شاه شاهان، عیسی رب الارباب، عیسی سرور آسمان. عیسی ده اما کلا خود نجات تا باز پس گیرم، خاکم از اسارت عیسی ده اما زره مغلوب سازم پشتای ظلمت. عیسی شاه شاهان، عیسی رب الارباب، عیسی سرور آسمان، عیسی شاه شاهان، عیسی رب الارباب، عیسی سرور آسمان. ایستاده اما کمر بند راستی با نل چینه سلامتی ما ایستاده ایم، به پیش همزمان دنیا محتاج است به ما سربازان. عیسی شاه شاهان، عیسی رب الارباب، عیسی سرور آسمان، عیسی شاه شاهان، عیسی رب الارباب، عیسی سرور آسمان. عیسی موارد دیگر رو در نام شاه شاهان، این سرور آسمان، به حضور خدا بلند میکنیم. برای اینکه نظامیان و ارتش و سپاه به مردم ملحق شوند و به این کشتار ملت پایان دهند، آمین. و برای اینکه نقشه های شیطان برای سرکوب مردم ایران برچیده شود و خدا مشورت دشمنان ملت را باطل سازد.
هست، عظیم و قدوس، خدا من قدوس هست، خدا قدوس هست، عظیم و قدوس، خدا من قدوس هست. از مکان قدس خود فرو آ، با دست عظیمت لمس کن، با ارزام فوج آسمان خود بیداری به ایران. خدا عادل است، عظیم و عادل، خدا من عادل است، خدا عادل است، عظیم و عادل، خدا من عادل است. عدالتت را جاری فرما به دست الهی خود، بشکن دیوار دشمنانت را، قدرت جری در ایران. خدا قدیر است، عظیم و قدیر، خدا من قدیر است، خدا قدیر است، عظیم و قدیر، خدا من قدیر است. سروران در نظرش تعظیم کنند، وقت نامش را افرازیم، نام تو عیسی مسیح، زبان آشکار اقرار خواهند کرد، لایق لایق از بره خدا، لایق است، عظیم و لایق، خدا من لایق است، خدا لایق است، عظیم و لایق، خدا من لایق است، خدا قدوس است، خدا قدوس است، عظیم و قدوس، خدا من قدوس است، خدا عادل است، خدا عادل است، عظیم و عادل، خدا من عادل است، خدا قدیر است، خدا قدیر است، عظیم و قدیر، خدا من قدیر است. سروران در نظرش، سروران در نظرش عظیم کنند، وقتی نامش را افرازیم، زبان آشکار خواهند کرد، لایق لایق از بره خدا، لایق است، عظیم و لایق، خدا من لایق است، خدا لایق است، عظیم و لایق، خدا من لایق است. عزیزان، ایران در طولانی ترین زمستانهای خودش رو داره میگذرونه، گذرونده نیست؟ ولی الان ما به عنوان کلیسا قادر هستیم در این زمستان ایران شکوفه های آزادی رو ببینیم بعد از این دعاها، آمین. قادر هستیم این شکوفه ها رو ببینیم که بادام به هم رسانده، آزادی پشت آزادی، آمین. مثل ارمیا ببینیم، ببینیم، نذاریم وقتی آزادی میاد بعد بگیم آها الان آزادی اومد. از همین الان فریاد هلهله و شادی ایران و ایران رو در سرزمین ما بشنویم، آمین. و با چشمای ایمانمون ببینیم شکوفه ها رو در این زمستان که بهار آزادی رو در ایران خواهیم دید، آمین. و موارد بعدی برای سیاستمداران دنیا که پشت مردم ایران بایستن و دست از منافع سیاسیشون بردارن، آمین. برای ایمانداران داخل ایران که در این شرایط حساس همراه مردم باشن و با قدرت شفا، معجزات، دعاها، ملکوت و پادشاهی خدا را گسترش دهند.
این سرود که میخوایم بخونیم از اشعای نبی باب 60 و اینو میخوایم برای کشورمون ایران اعلام کنیم. برخیز و درخشان شو زیرا نور تو آمده است. برخیز و درخشان شو زیرا جلال خداوند بر ایران طلوع گردیده. اینو مثل یک نبوت اعلام کنیم. آمین. برخیز و درخشان شو، برخیز و درخشان شو، برخیز و درخشان شو زیرا نور تو آمده است. برخیز و درخشان شو، برخیز و درخشان شو زیرا جلال خداوند بر ایران طالع گردیده. زیرا این تاریکی جهان را فرو گرفت و ظلمت غلیظ امت ها را پوشانید. اما خداوند بر ایران طلوع خواهد نمود و جلال وی بر ایران ظاهر خواهد شد، خواهد شد. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو زیرا نور تو آمده ایران. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو زیرا جلال خداوند بر ایران طالع گردیده. زیرا این تاریکی جهان را فرو گرفت و ظلمت غلیظ امت ها را پوشانید. اما خداوند بر رویان طلوع خواهد نمود و جلال وی بر ایران ظاهر خواهد شد، خواهد شد. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو زیرا نور تو آمده است. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو زیرا جلال خداوند بر ایران طالع گردیده. زیرا این تاریکی جهان را فرو گرفت و ظلمت غلیظ امت ها را پوشانید. اما خداوند بر ایران طلوع خواهد نمود و جلال وی بر ایران ظاهر خواهد شد، خواهد شد. برخیز درخشان شان ایران، برخیز درخشان شان، برخیز درخشان شان زیرا نور تو آمده است. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو زیرا جلال خداوند بر ایران طالع گردید.